tierra mejoró, vos retegatre o اماد عطارزاده نوازنده و آهنگساز ایرانی و بریگیت اورستویگر خواننده جوان اتریشی در کنسرواتوار موسیقی وین با هم آشنا شدند و این آغاز شکل‌گیری پروژه کویر بود، بازخوانی یکی از شاهکارهای موسیقی ایران. بریگیت زبان فارسی رو میدونه، نه حتی رو جغرافی کشور رو میدونه و من اولین دوست ایرانیش هستم که با هم آشنا شدم تو کنسرواتوار و خب جالب بود که قبول کرد که همچین کاری رو بکنیم و خیلی با روی باز پذیرفت این داستان رو، این ایده رو. و خب اولش خیلی سخت بود، دونه دونه باید کلمه ها رو توضیح میدادم و با این داستانی که به هر حال یه ذره مشکل هست تلفظ کردن بعضی از کلمات، ولی خب خیلی کار کردیم و سعی کردیم که خیلی نزدیک بشه. این نخستین ترانه ایست که بریگیت به زبان فارسی خوانده، پروژه‌ای سخت و دشوار که این هنرمند اتریشی آن را تجربه دلنشینی توصیف می کند. وقتی اماد ازم خواست یک ترانه ایرانی بخونم تعجب کردم، چون فارسی خیلی سخته. مطمئن نبودم بتونم به این زبان بخونم، ولی اماد به هم قول داد که کمکم میکنه و کلمات رو یادم میده. انقدر تمرین کردیم تا به مرحله‌ای برسم که بتونم بخونم. معنی تمام کلمات رو نمیفهمم، ولی ترانه رو درک میکنم. در این مدت با تعدادی از ترانه های زیبای ایرانی آشنا شدم. خواننده های خوبی هستند و البته ملودی ها و هارمونی موسیقی هم واقعا لذت بخشه. بدون شک خواندن یک ترانه فارسی توسط یک خواننده غیر ایرانی با کم و کاستی های همراه است. با این حال انتشار کویر با واکنش های مثبتی در شبکه های اجتماعی همراه شد. هر چقدر که سعی بشه که دقیق مثل یک فارسی زبان بشه خونده بشه، به هر حال اونقدر نمیتونه نزدیک بشه. قبول دارم که به هر حال یک جاهای خوندن ایرادهایی داشته، این در شکی نیست، ولی خب به نظر من همکیف غیر ایرانی کار ایرانی رو خونده و اینقدر تحت تاثیر موسیقی ما قرار گرفته، این خودشه که گام مثبت توی موسیقی ما و خیلی دوست دارم که بیشتر با غیر ایرانی ها کار بکنم. خدایا 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 خدایا. بهنود مکری، صدای آمریکا.